توجه نمایید به سرخط مهمترین خبرها. حضور باشکوه شب زنده داران در مراسم های لیالی قدر در جای جای افغانستان. این مجالس با اقامه نماز، تلاوت قرآن و طلب بخشش از درگاه خداوند همراه بود. پس همین امشب باید ما اول بیاییم توبه کنیم نسبت به گذشته، پشیمان باشیم و شرط دوم نسبت به آینده تصمیم بگیریم که گناه نکنیم. نشست علمی فرهنگی تحت نام در محضر قرآن از سوی دانشگاه خاتم النبی صلی الله علیه و آله و سلم در غزنی، جامعه مطلوب از دید قرآن محور اصلی بحث در این نشست است. اگر مرد ما می آید با سواد می شود، عالم می شود، اگر نصف جامعه را ما از این محروم کنیم، پس به جامعه تحقق یافته و مطلوب قرآنی ما چیکار کردیم؟ پشت کردیم و هرگز اتفاق نخواهد افتاد. و نشست فوق‌العاده شورای امنیت درباره حمله رژیم اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه. شورای امنیت حمله رژیم اسرائیل را محکوم کردند. ما همه باور داریم اسرائیل چنین اقدامات متجاوزانه ای را به هدف دامن زدن به جنگ انجام می‌دهد. این اقدامات مطلقاً قابل قبول نیستند و باید متوقف شوند. حالا مشروع خبرها. مراسم احیای شب 23 رمضان و 3 شب از لیالی قدر با حضور گرم اقشار مختلف جامعه در مسجد جامع حوزه علمی خاتم النبی صلی الله علیه و آله و سلم برگزار شد. شب زنده داران با برپایی نماز و دعا و نیایش به درگاه باری تعالی این شب با فضیلت را احیا کردند. در این مجلس معنوی با اشاره به جایگاه این شب به ابعاد زندگی و حکومت داری حضرت علی علیه السلام پرداخته شده و شرکت کنندگان گفتند نهج البلاغه پس از قرآن کریم بهترین کتاب برای راهنمایی بشر است و نباید از کنار آن به سادگی عبور کرد. خدا حافظ سجدگاه علی که چشم تو مانده براه علی. 3 شب از شبهای قدر، شبهایی که با نام و مصیبت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام گره خورده است. خدا حافظ کوفه شهر مصیبتی که پس از قرنها برای پیروان و دوستداران آن حضرت سنگین است و در فراق یار و یاور پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اشک می‌ریزند و بر سر و سینه می‌زنند. خدایا علی را کجا می‌برند؟ غریبان او را چرا می‌برند؟ این علی کیست؟ من چی گویم؟ وصف آن عالی جناب نیست پیغمبر ولی دارد کتاب، کتابی که پس از قرآن کریم بهترین کتاب راهنما برای بشریت به وجه مسلمانان است که نباید از کنار آن به سادگی عبور کرد. نه تنها نهج البلاغه که نامه امیر مؤمنان به مالکشتر پس از 14 قرن از سوی سازمان ملل به عنوان منشور حکومت داری شناخته شد. دانشمندان اسلامی و غیر اسلامی هم در مورد حکومت داری و عدالت طلبی مولای متقیان کتاب ها نوشتند. همه ما کتاب هایی که به فارسی ترجمه شده از نهج البلاغه این کتاب ها را مطالعه کنیم. پیام امام خیلی زیباست. آدم این کتاب ها را بخوانه. دستور امیر المؤمنین به مالک اشتر. الله اکبر. سبحان الله. با این حال پیر و جوان اینجا گرده هم آمدند تا 3 شب از لیالی قدر را احیا کنند. شبی با فضیلتی که بنابر آیات قرآن کریم عبادت در آن بهتر از 1000 ماه است. اللهم انی اسالک باسمک یا ستار یا غفار. شب زنده داران در لابلای دعای جوشن کبیر سفره دل را بر روی خالقش باز کرده و اشک ندامت ریختند. به این هدف که از خواسته های نفسانی رهایی یابند و به سوی خدای بی‌نیاز بازگردند.
بر ماست که در این شبها بیاییم و با نیت صادقه و با نیت خالصانه به درگاه حق. اون وقت است که این نماز ما و شما ارزش پیدا میکند، این شب زنده داری ما و شما ارزش پیدا میکند. و الا اگر نیت صادقه در کار نباشد، اینجا اگر شب نشینی هم بکنیم فایده ای نخواهد داشت. با خداوند عهد و پیمان ببندیم که دیگر چنین مثلا گناه های مرتکب نشویم یا مثلا چنین کارهای نیک را تا سال آینده انجام بدهیم و از معصیت ها دور باشیم تا سال آینده. و به همو عهد و پیمانی که میبندیم تا سال آینده باید ما وفادار باشیم و عهد شکنی نکنیم. زنان و دختران هم از قافله شب زنده‌داری عقب نمانده و پررنگ‌تر از شب‌های گذشته حضور یافتند. مگه شب قدر به معنای بیدار ماندن نیست، بیدار شدن است. ما شب قدر احیا می‌کنیم که خود ما را بیدار بسازیم. ما که یک کار تعهد می‌بندیم به خداوند که من اینی کار انجام میدم، باید پابند به او تعهد باشیم. ما باید این شب خیلی قدر بدانیم و چه خوب است که در این شب از امام زمان خود یاد کنیم، که باید از خود امام یاد کنیم و در این شب برای ظهورش از عمق دل زجه بزنیم و امام خودمون را یاد بکنیم. اللهم بحق هذا القرآن. شب زنده داران در کنار دعا و نیایش برای طلب استغفار به دو ملجا که پیامبر خدا به آن توصیه فرموده بودند توسل جستند: قرآن و عطرت آن حضرت. دو مهمی که چنگ زدن به آنها منجر به رستگاری است و دوری از این دو سقوط در منجلاب معصیت. خدا به مظلومیت علی این جمع رو امشب حاجت روا بفرما. با این حال سومین شب قدر امسال با همه فضیلت‌هایش به پایان رسید، اما خوش اقبال کسی است که پرونده‌اش پاک شده و گناهانش مورد غفران قرار گرفته است. مراسم احیای شب 23 رمضان و از شب‌های قدر که قرآن کریم به پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده در مساجد حسینی‌های شهر کابل برگزار شد. شب زنده داران با اقامه نماز، تلاوت قرآن کریم و دعا و نیایش این شب پرفضیلت را احیا کردند. سخنرانان نیز قرآن کریم را بزرگترین معجزه پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم عنوان کرده، گفتند این کتاب آسمانی راهنمای بشر برای سعادت و نجات از گمراهی است. شب 23 رمضان، شبی که بنابر روایات قرآن کریم به پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد. به محمد اقشار مختلف مردم برای احیای این شبی بزرگ در این مکان مقدس با انجام عبادت پروردگار، دعا و نیایش گرد هم آمدند تا شبی را که مقدرات و سرنوشت انسانها از جانب خداوند تعیین می‌گردد گرامی بدارند. در اینجا گفته شد قرآن کریم به دو صورت بر قلب مبارک نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است. یک بار به صورت دفعی و جمعی و بار دیگر به صورت تدریجی بر حسب شرایط، حوادث و نیازها در 23 سال رسالت آن حضرت. خداوند به شما این توفیق را عنایت کرده که توانستید مراسم شبهای قدر را انجام بدهید. شب قدری که گفت انا انزلناه فی لیلت القدر. قرآن کریم آخرین و کاملترین کتاب آسمانی است که ویژگی و برتری ویژه نسبت به سایر کتب آسمانی دارد. از دید عالمان دین قرآن کریم تمامی برنامه‌های مورد نیاز بشر را از جوانب گوناگون اهم از اعتقادات، احکام و اخلاقیات و مسائل سیاسی و اجتماعی داراست و تا پایان تاریخ بشر پابرجا و هدایتگر انسان است. قرآن به عنوان معجزه خالده است، یعنی همیشگی است. همیشگی از زمان نزولش تا دامنه قیامت، حتی ترسیم برنامه های قیامت را دارد، بهشت و جهنم را دارد. قرآن هدل للمتقین است، هدل للناس است، آیات بینات است برای راهنمایی و ارشاد بشر، همین قرآن کریم است. اینجا در مراسم احیای شب قدر در مسجد جامع امام جواد علیه السلام نیز گفته شد قرآن کریم بهترین راهنما برای بشریت در تمام ادوار تاریخ است و انتظار می رود از این ظرفیت مهم در جوامع اسلامی به شکل بهتر استفاده شود.
اگر ما در شب قدر قرآن بالای سر میگیریم، یک از فلسفه و حکمتش این است که خدایا این قرآن در رأس امور من است، خدایا قرآن در زندگی زیر پا نمیشه. از وقتی که به پیامبر عظیم شأن اسلام این کتاب نازل شد، پاسخگوی نیازهای جامعه انسانی و بشری بود و الی یوم القیامه این کتاب پاسخگوی نیازهای جامعه بشری و انسانی است. آگاهان امور تأکید کردن قرآن کریم بهترین و جامع‌ترین راهنمای بشریت است و می تواند کشتی به گل نشسته اولاد آدم را از منجلاب بدبختی های موجود به سوی سعادت و خوشبختی هدایت کند. از سومین شب پرفضیلت قدر با حضور هزاران نفر از خواهران و برادران در مسجد جامعه فاطمی قندهار گرامی داشت شد. در این مراسم شب قدر فرصت تکرار نشدنی توصیف گردیده، گفته شد مؤمنان نباید این فرصت بی‌نظیر را از دست دهند. شب زنده‌داران همچنین از تأمین امنیت لیالی قدر نیز ابراز رضایت کردند. مسجد جامعه فاطمیه قندهار در شب 23 رمضان دست کم 5000 مؤمن شب زنده دار اینجا و در سومین شب از لیالی قدر گرد هم آمدند. محفلی با شکوه که با اقامه نماز، تلاوت قرآن و سخنرانی پیرامون فضیلت های این شب همراه بود. در اینجا با اشاره به اهمیت این شب گفته شد شب قدر فرصتی بی نظیر برای آمرزش گناهان است و مسلمانان نباید این فرصت را از دست بدهند. اشتراک داری مراسمات دایسی میشه که اگر انسان مثلا ارتباطش داری طول سال ضعیف شده، او ارتباط خود دوباره قوی کنه، یا اگر مثلا ارتباطش خوب بوده ارتباط خود خوبتر کنه، اگر ارتباطش کلن مثلا قطع شده او ارتباط خود دوباره به خدا وصل کنه. خود داری مراسمات اشتراک بکنه، محاسبه اعمال یک ساله خوده که داری طول یک سال چه اعمال انجام داده، های اعمالی که من انجام دادم مر به بهشت نزدیک کرده، یا نه اعمالی که من انجام دادم مر از بهشت دور کرده و به سوی جهنم مر بالاخره نزدیک کرده. این شب شبیه که تمام مقدرات یا تقدیر یک ساله هر شخص تعیین میشه و این دعاها و مناجات هایی که در این شب میشه قطعا تاثیر مستقیم در این مقدرات یک ساله داره. خواهران نیز حضور پررنگی در این مراسم داشتند. آنان با تأکید بر اهمیت شب قدر گفتند این فرصت سالی یک بار فراهم می شود و انسان باید با دعا، نماز، تلاوت قرآن کریم از این نعمت خداوندی استفاده کند. شب قدر یکی از پرفضیلترین شبهای است که خداوند بهترین بهانه به ما بنده های اختیار تا بتانیم که از این شب به بهترین وجه استفاده کنیم. می توانیم شبهای قدر را احیا بداریم، عبادت کنیم، نماز بخوانیم. بهترین چیز که از دعا کردن است که می توانیم برای عاقبت به خیری خود دعا کنیم. شب قدر یکی از اون شبهایی که در تمام سال ما یک بار می توانیم به دست بیاریم و ما باید به این شب که با تمام سال یک بار است بهترین استفاده بکنیم، چون که با می شب است که تمام مقدرات سال ما رقم می خوره و یک شب سرنوشت سازیه و او شبیه که در او قرآن نازل شده، پس باید از این شب بهترین استفاده ما بکنیم. در این محفل نورانی تأکید گردید شب قدر برای تحکیم رابطه میان خدا و بندگانش است و نباید شبی که درهای رحمت ایزد منان بروی انسان بازگشته با آسانی و بدون کسب فیض از دست برود. شب قدر یکی از علما می گفت این شب قدر با تمام اعمالش هیچ به درد نمی خورد، هیچ فایده نداره، مگر که در شب قدر شما توبه کنید، یک تحول روحی به وجود بیاره و الا ما قرآن به سر بگیر، صد رکعت نماز بخوان، گریه و زاری کن، فرداش اما آدم سابقه فایدهش. این قدر برای ما قدر نداره، ارزش نداره. شب قدر وقت ارزش پیدا میکنه که در او توبه بشه. شب 23 رمضان مسجد جامع فاطمیه شاهد حضور گسترده شب زنده داران بود. متولیان این مسجد گفتند استقبال مؤمنان شب زنده دار پرشور است و دست کم 5000 نفر برای نیایش و استغفار گرد هم آمدند.
23 شب حضور گسترده خواهران و برادران در مسجد جامع فاطمیه بود و مراسمات نمازهای قضایی یومیه و دعای جوشن کبیر، اعمال شب قدر، نماز شب قدر و قرآن بر سر گرفتن در این مسجد اجرا شد و مؤمنین از این مراسمات استقبال کردند. در سه شب قدر ماه مبارک رمضان حضور خواهران خیلی پررنگ بود، الحمدلله رب العالمین. خواهران خیلی زیاد شرکت کردند، از راه‌های دور، از جاهای مختلف، حتی از ولسوالیه شهر قندر در مسجد جامع فاطمیه در شب قدر شرکت کردند، تا جایی که مثلا دیگه جای بر شیشتن ندارم خانم، هم مسجد بالا و هم مسجد پایین کامل پر شده. در کنار مسجد جامع فاطمیه دیگر مساجد و تکایای شهر قندهار نیز میزبان هزاران مؤمن شب زنده‌دار بود. مراسم با شکوهی که در امنیت کامل سپری گردید. در غزنی شیعه و سنی شب 23 رمضان و یکی از شبهای قدر به گونه مشترک با شکوه تجلیل کردند. شب زنده‌داران از برای فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، عاقبت به خیری جوامع اسلامی و برای نجات مردم مظلوم فلسطین از دست رژیم صهیونیست دعا کردند. شرکت کنندگان شبهای قدر را شبهای مهم در زندگی هر مسلمان خوانده، تاکید بر احیای شب نمودند که تقدیر انسان در آن رقم می خورد. مساجد و تکایای شهر غزنی متفاوت از دیگر ولایات پذیرای شبهای قدر بود، شیعه و سنی در کنار هم. مولوی حمدالله کوچی از علمای اهل سنت در این مراسم ضمن تأکید بر حفظ وحدت میان مسلمانان گفت آمده تا برای تقویت همدیگر پذیری میان جوامع اسلامی دعا کند. اویدی دی پارا سیدی ټول اسلام دی کامیابی او دی یوالی په خاطر باندې دعا وکړه او د خدای پاک له دربار څخه د ټول اتفاق او اتحاد وغواړي. به زعم شرکت کنندگان این مراسم لیالی قدر بهترین فرصت برای اجابت دعاها و شبی است که تقدیر یک ساله انسان مسلمان مشخص می شود. از همین رو مؤمنین خداجو در مساجد غزنی تا سحر با خالقشان بر روز و نیاز پرداختند. هر انسان را به مقدار توانایی و تب و تلاش و زحمات خودش مقدرات یک ساله را تعیین و این مقدرات یک ساله را روح که اعظم ملائکه هست همراه ملائکه ها به زمین می آورد، در عصر ما تقدیم حضرت حجت سلام الله علیه می کند. و منظور ما هم در امیر محافل اینه که باید برای خیر و صلاح و فلاح و بهبودی و رستگاری مسلمان ها دعا شود، برای اتحاد و وحدت و اخوت مسلمان ها هم کار شود، هم دعا شود، هم قدم های عملی برداشته شود. اقشار مختلف جامعه هم از زن و مرد و حتی کودکان خردسال برای برآورده شدن حاجاتشان در این مراسم معنوی شرکت کرده اند. در شبی که ثواب آن بهتر از هزار ماه گفته شده. یک آرزوی مجموعی که همه مسلمین و علل خصوص شیعیان داشتن ظهور آقای امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف و پیروزی ملت‌های مسلمان و تمام جهان اسلام بوده. نزدیک شدن به خداوند جل جلاله بزرگترین آرزوی ما همین است که امام زمان ظهور کند. فقط در این شبای قبل اول خو آرامی مملکت خواستیم، جان جوری وقت خوشی. با این حال برپایی نماز، تلاوت دعای جوشن کبیر و مراسم قرآن بر سر گرفتن از دیگر آیین‌های شب قدر در مراسم‌های معنوی مساجد و تکایای شهر غزنی بود. شب‌های قدر بهترین فرصت برای خودسازی و فرصت برای اصلاح امور دنیایی و آخرتی گفته شده است. به عبارت شب قدر تولد جدید شب زنده‌داران هست و روح و جان آنان صیقل می شود. در سومین شب لیالی قدر شب زنده‌داران در مساجد شرقی کابل بر توبه واقعی، درک مفاهیم دعاها و استمرار کسب فضائل این شب در باقی ایام تاکید کردند. مراسم های باشکوه در سومین شب لیالی قدر در مساجد پایتخت.
مراسم های همراه با صد رکعت نماز، دعای جوشن کبیر، تلاوت قرآن کریم، سخنرانی و مراسم قرآن برسر تا بتوانند سعادت دنیا و آخرت را به دست آورند. تکیه خانه عمومی چنداول، صفهای طولانی نمازگزاران و شب زنده داران. گفته شد در این شب تصمیم قاطع برای ترک گناه در آینده و ندامت و پشیمانی واقعی از اشتباهات گذشته سبب سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت می‌گردد. ما اگر به اهل بیت تمسک می‌کنیم، نه به این جهت که اهل بیت گناهان ما را ببخشند، به این جهت که اهل بیت بین ما و خدا واسطه شوند، وسیله شوند، اونا شفیع ما بشوند و از ما در پیشگاه خدا در مثل چنین شبی شفاعت بکنند که خدای تبارک و تعالی به برکت شفاعت اونا از سر تقصیرات ما بگذره. این خیلی مهمه. پس همین امشب باید ما اول به توبه کنیم، نسبت به گذشته پشیمان باشیم و شرط دوم نسبت به آینده تصمیم بگیریم که گناه نکنیم. نیمه های شب انسان ساز قدر، مسجد جامع حیدر کرار در شرق پایتخت و حضور باشکوه بانوان و آقایان، اشک ندامت بر چشمان دعای جوشن کبیر را زمزمه می کنند. می گویند دنیا مزرعه آخرت است و با دعا و استغفار می توان هر دو جهان را ساخت. اینه که فرصت های طلایی شب قدر با خدای من دعا می کنیم، راز و نیاز می نماییم و دست توسل به خاندان عصمت و طهارت میزنیم، هم سعادت دنیا را به دست می آوریم و هم سعادتمندی آخرت را نصیب خواهیم شد. دنیای خود را و هم آخرت خود را از طریق این شب‌های قدر تضمین کند. اونطوری که پیامبر بزرگوار اسلام می فرماید، از دنیا مزرعه الاخره، این دنیا محل کشت و کار آخرت است. در واپسین لحظات شب قدر و رایحه سحر دستانشان را بلند کردند تا سفره نیاز معنوی خیش را از رحمت پروردگار پر سازند و برای پیمودن مسیر زندگی از خداوند طلب کمک کند. با گفته سخنرانان، با دعا و تصمیم قاطع می توان صلح را جایگزین اختلافات، خوبی را جایگزین بدی ها و احسان به والدین را جایگزین عاق والدین کرد. ای جامعه اسلامی، این اخلاق اسلامی را در لابلای زندگانیتون پیاده کنید. یعنی جامعه اسلامی باید این اخلاق و این ویژگی ها را به خود بگیرد. شب قدر هم اونگاه و معنویت اصلی خود را برای ما و شما باز می دهد که ما اخلاق قرآنی برای من پیدا کنیم و زندگانی من را بر اساس قرآن و اطرت رقم بزنیم. شب قدر شبی که دلها نور باران است و رفت آمد فرشتگان زمین را با آسمان متصل کرده و راه تکامل دنیا و آخرت پیش پای شب زنده داران هموار گردیده است. در آخرین شب از شبهای با فضیلت قدر، مردم هرات تا سحر به دعا و نیایش پرداختند. مجالس احیای این شب در گوشه و کنار هرات به صورت باشکوه و با حضور عمدتاً جوانان برگزار گردید. عالمان دین در این مجالس تاکید کردند احیای این گونه شبها تاثیرگذاری عمیق بر زندگی دنیایی انسان دارد و باعث ثبات رفتاری و تربیتی در میان جوانان می شود. اینجا در جبرئیل هرات، اسپیر و جوان در آخرین شب قدر دور هم جمع شدند تا با شب زنده داری دعا و نیایش به درگاه پروردگار عالم زنگارهای دل را صاف کرده و خود را سبک کنند. مجالس احیای شبهای قدر امسال عمدتاً با تمرکز بر گفتگو روی چالش‌های اجتماعی و توجه برای رفع آن برگزار شد. می‌بینیم که بعضی از ناهنجاری‌های اخلاقی و رفتارهایی که در اجتماع دیده میشه ما را به این کشانده که ما یک کار را انجام بدیم که از ریشه انشاءالله مشکلات حل بشه. با آگاهی دادن به نسل جوان، خانواده ها، والدین، که خود خانواده ها بستر از این فراهم میکنه که بچه هایی را در جامعه تقدیم میکنه با چی خوی و اخلاق و رفتار در جامعه تحویل بده. خیلی واقعا یک مفیدیت خاصه برای هر جوانی که داخل مراسم میاد داره.
اشتباهاتی که انجام داده بشه در همین شب قدر بیاخون خودش با خدا اعتراف کنه و ازش میشه که ثبوت‌تر شنه نسبت به اعمال خوب رو بیشتر فکر کنه و کارهایی که بعدی که انجام داده یا که اتفاقاتی بعدی که در همین یک سال برای چه اتفاق افتاده اونا رو زیاد خوب ببره. اثر احیای این شب‌های با عظمت را میتوان به راحتی از دل این گونه مجالس فهمید، از حضور با شکوه گرفته تا توجه به توصیه‌های بزرگان دین. جوانان میگویند در تلاشند گوشه های از سیره حضرت علی علیه السلام را سرمشق برای رفتارهای روزانه خود انتخاب کنند. این شب قدر نکات خیلی مفید کردن بن خود گفته شده سخنان ما را واقعا گرفتم بود که احترام کسی بخواد در برابر نظام و مادر خدا خوش کردن در برابر عظمت خیلی واقعا سبحان زندگی مبارک گیر استفاده میکنم که یکی حضرت علی امیرالمومنین علیه السلام را الگو قرار میدیم که الگوی در نماز در وقت نماز حضرت امیرالمومنین از سوی هم توجه به معنویت و مسائل عبادی در میان خانواده ها نیز رو به رشد است. این روی کرد باعث تحکیم ارزش های خانوادگی و جلوگیری از بروز چالش های اجتماعی شده. زن و بچه، پیر و جوان همه در مساجد می آیند. این خودش یک اثر بسیار مهم و فوق‌العاده در زندگی دنیایی انسان دارد. چرا؟ برای از اینکه جلوی بسیاری از ناملایمات ها و نابسامانی های اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی انسان را می گیرد و انسان را به کار و کوشش و تلاش در مسیر احکام دین تقویت می کند. امسال سه شب قدر به صورت باشکوه و با حضور بیست سابقه مردم در گوشه کنار ولایت هرات گرامی داشت و احیا شد. تأکید علمای دین در این شبها دعا برای ملت‌های تحت ستم، وحدت و پایداری امنیت در افغانستان بود. عبدالله اخلاقی، تلویزیون تمدن، ولایت هرات. در بلخ شمال کشور نیز مراسم احیای شب قدر با حضور گسترده اقشار مختلف جامعه برگزار شد. شب زنده داران در کنار انجام اعمال شب قدر گفتند شب قدر از با فضیلت ترین شبهای سال است و فرصت بی‌نظیر برای چنگ زدن به ریسمان الهی، طلب بخشش، تمرین تساهل مدارا و گذشت از خطای دیگران و از خودگذری می باشد. شب 23 رمضان و 3 شب از شبهای قدر، مسلمانان خداجوی بلخ اینجا گرد هم جمع شدند تا این شب را احیا کنند. در این شب با فضیلت دست نیاز و چشم امید مؤمنان بلخی به سوی درگاه پر از مهر و رحمت الهی دوخته شده و فریاد الغوث الغوث از مساجد و حسینی های بلخ تنین انداز شده است. محور سخنان عالمان دین در این شب روی جایگاه و منزلت شب قدر و تأکید بر بخشش و گذشت از خطای دیگران می‌چرخد. در این مجلس گفته شد شب قدر بهترین فرصت برای دوری از کینه، تمرین تساهل و مدارا و عفو بخشش است. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من یغفر یغفر له، کسی که ببخشد به او بخشش می شود، و من یعفو یعفو الله عنه، کسی که دیگران را مورد عفو و بخشش قرار می دهد مورد عفو الهی قرار می گیرد. اینجا آمدیم به درگاه الهی ناله می زنیم الهی العفو می گیم. اگر می خواهی این العفوای ما به درگاه الهی شنیده بشه، راهش اینه که بدی دیگران رو انسان فراموش بکنه. پیغمبر فرمود که ماه رمضان سرور ماه هاست، خب ما 12 ماه داریم. پیغمبر فرمود سرور ماه ها، آقای ماه ها ماه رمضان هست. شب قدر سرور شب هاست. شب قدر لحظه گرانبهاییست برای محاکمه نفس در برابر عدل الهی. شب زنده‌داران بلخی آمدند تا با استغفار و ابراز ندامت، پشیمانی و توبه قلب ها را از بغض و کینه و نفرت بشویند و دل را به درگاه رحمت الهی سپرده و از در عفو بخشش با دیگران وارد شوند. ما باید فرصت برای خود ایجاد بکنیم که
یک بخشش و یک سخاوت در دل خود ایجاد بکنیم تا اینکه همدیگر خود قبول بکنیم و همدیگر خود بپذیریم و یک تحمل و بردباری داشته باشیم. امشب دعا کردیم که خدایا هر کی به حق ما هر کاری کرده ما بخشیدیم، پس تو هم ما را ببخش. بخش دیگر این مراسم به اعمال شب قدر که راز و نیاز به درگاه معبود بی نیاز است اختصاص یافته، از جمله خواندن دعای جوشن کبیر. در پایان شب و نزدیک شدن به سحرگاه 23 رمضان، شب زنده‌داران بلخی قرآن ها را بالای سر بردن تا با شفیع قرار دادن این کتاب آسمانی و عطرت پیامبر گرامی اسلام، با دستان پر و قلب های پاک و خالی از کینه و نفرت به خانه هایشان برگردند. بامیانی ها نیز با حضور پرشور در مساجد و تکایای این ولایت سومین شب از لیالی قدر را شب زنده داری کردند. آنان برای رهایی از جسم سنگین و تعلقات مادی سنگینتر بر زنجیر آسمانی لیلة القدر چنگ زدند و با ندای الغوث الغوث دل را صیقل زده و با سلاح دعا با مبارزه با آنچه رنگ غیر خدایی دارد شتافتند. الهی ندای الغوث الغوث مؤمنین بامیانی در شب 23 رمضان تنین انداز است. آمده اند تا برای رهایی از تجملات و تعلقات مادی با خدای خود خلوت کرده و از آنچه که رنگ و بوی غیر خدایی دارد استغفار کنند. می گویند امشب دریای رحمت الهی شامل حال بندگان می شود و بهترین فرصت است تا دلها را صیقل زده و سیاهی ها را از قلبشان بیرون کنند. دستان مناجات به درگاه قاضی الحاجات بلند است و طلب آمرزش از خالق یکتا دارند. شب‌های با ارزش است و شب‌های است که اینا دعاهای ما استجابت می‌شود و طلب مغفرت است. شبی است که بسیار ارزش آلو دارد و در این شب‌ها اینا ما از خداوند بزرگ حاجت خود را طلب می‌کنیم. ما نظر کردیم که حداقل بتانیم با ثواب این جمعی که در اینجا آمدند شریک باشیم. راست شب نزول قرآن است. هدف از شرکت در این مراسم و در این مجالس اینه که برای استجابت دعا و آمرزش گناهان ما در اینجا شرکت کردیم که دعاها به اجابت میرسه و گناهان بنده آمرزیده میشه و دعاها به اجابت میرسه. حرف از نزول قرآن در ماه بهار قرآن است و همه از کارویژه‌های این کتاب آسمانی سخن می‌گویند. شماری دیگر نیز با تأکید بر اهمیت شناخت این کتاب نجات بخش بشر، آن را یگانه تکیه‌گاه مطمئن و وحدت بخش در جوامع اسلامی می‌خوانند. قرآنی که وحدت آفرین است، قرآنی که راه کشای بشریت است، قرآنی که معجزه بزرگ پیامبر عظیم الشأن اسلام است، بتواند برای ما و شما، برای زندگی ما راه‌های سعادتمندی را بگشاید. میگویند در این شب‌ها که تقدیر یک ساله انسان رقم می‌خورد، آمدند تا با طلب استغفار، تلاوت قرآن کریم، خواندن دعای توسل و جوشن کبیر از بارگاه ایزد منان خواهان حول حالنا الی احسن الحال شوند. در مرکز ولایت بغلان نیز هزاران مؤمن شب زنده دار بار رفتند به مساجد و تکایا از شب نزول قرآن کریم به گونه با شکوه و با شور و شعف فراوان گرامی داشت کردند. مؤمنین با حضور در این مراسم ها و با انجام اعمال ویژه شبهای قدر به شب زنده داری پرداختند و برای صلح و ثبات دائمی در کشور دعا کردند. بهره‌گیری از آخرین فرصت، شبی که با چشمان اشکبار و دلهای شکسته به پایان رسید. اینجا در پل خمری مرکز ولایت بغلان مساجد و حسینی ها میزبان هزاران شب زنده دار بود. مراسم هایی که با اقامه نماز آغاز و با خواندن دعای جوشن کبیر به پایان رسید. اون چه که مهم است در شب قدر بیدار شدن وجدانه، بیدار شدن فطرته، بیدار شدن انسانیته، بیدار شدن قلبه.
قلب ما رو بیدار بکنیم. یه ارزش داره. شرکت کنندگان در این مراسم گفتند قبل از پرداختن به احیای شبهای قدر، داشتن درک عمیق از مفهوم این شبها نیاز جدی برای همه شب زنده داران است. اولا از نظر معنوی باید تمام مفاهیم شب قدر و اذکار و نمازها و عبادات را که انجام بدیم، اینا را باید درک بکنیم. با درک بهتر از او، اما چگونگی اعمال ما میتونیم بهتر او را برگزار بکنیم و برپا بکنیم و شب زنده داری بکنیم که تا از معنویات بهتری که خداوند برای بنده های خود در نظر گرفته از او مستفید شویم. یک ماه رمضان نگفته، باید سالت مرد باید نماز و روزه گرفته شو، عبادت شو در دربار پروردگار، چرا که 11 ماه دیگه شو ماه پروردگار است. این نیست که ماه رمضان فقط روزه بگی خلاص. مؤمنان شب زنده‌دار همچنین برای تعجیل ظهور آخرین منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف دعا کردند. اول خواسته و آرزوی ما امی است که خداوند ظهور امام زمان ما را برسانه که با واسطه عدل سرتاسری به زمین حکم فرما شود و در ادامه از او آرزوهای ما صلح و امنیت و آرامش در وطن ما بوده. شب لیلة القدر شبی است که شب خویشتنداری است، شب خودشناسی است، شب خداشناسی است. و این شب برتر از تمام شب هاست، چون این شب شبی است که دیجه قرآن، شب قرآن نازل میشه. برقراری صلح و ثبات دائمی در کشور، بهبود وضعیت اقتصادی مردم، تحکیم وحدت میان مسلمانان و آزادسازی بیت المقدس، اولین قبله مسلمین از چنگ اشغالگران، از دیگر دعاهای شب زنده داران بغلانی بود. شماره از جوانان در ولایت بلخ کمپاین اهدای خون را به مناسبت ماه مبارک رمضان و شبهای قدر راه اندازی کردند. اهدا کنندگان خون میگویند ماه رمضان بهترین فرصت برای اهدای خون و کمک به بیماران است. ریاست صحت عامه بلخ ضمن استقبال از این اقدام عنوان کرد اهدای خون نه تنها در ماه مبارک رمضان بلکه در زمانهای دیگر نیز باید ادامه یابد. نظر امسال من نجات جان انسانها با اهدای خون، شعار کمپاین اهدای خون در شبهای قدر در ولایت بلخ، کارزاری که صدها مؤمن و عاشق اهل بیت علیه السلام در شهر مزار شریف راه اندازی کردند. خون میدیم، خون به خاطر عشق اهل بیت و به خاطر اینکه انشاءالله کسایی که ضرورت به خون داشته باشند انشاءالله برشان کمک شود. خون دادن کار خوبی است، ثواب دارد. ما هم در این امر خیر شرکت نمودیم تا اکثر خود برای مریضا و کسایی که نیاز دارد به خون عمل کنیم. نیازمند به خون در کشور ما زیاد هست و الحمدلله تعالی دکتر صاحب ها و ریاست محترم صحت عامه در این قسمت همکاری میکنه. ما مؤسسه بنیاد کودک هم بالاتر از 10 سال میشه که در کنار ریاست صحت عامه همکار بودیم و هستیم و انشالله خواهیم بود. تعداد داوطلبان اهدای خون لحظه به لحظه افزایش می‌یابد. مسئولان بانک خون بلخ نیز می‌گویند تعداد نیازمندان به اهدای خون در زون شمال به خصوص در بلخ بیشتر شده است. ماشاءالله دوی استقبال د ټول ولست لپاره یو انرژي د زمونږ لپاره بل خصوص دغه ولست چې نن دلته وینه ورکړله دا بلکې زمونږ لپاره د ټول د مزار ولایت لپاره د ټول ځوانانو لپاره د یو انرژي ورکي. از سوی هم مسئولان صحت عامه بلخ ضمن استقبال از این اقدام از سایر شهروندان نیز میخواهند تا در این کمپاین سهیم شوند و جان هموطنانشان را نجات دهند. شاب حال اون مسلمانانی که در شب لیلۃ القدر در رمضان المبارک به همراهی هم مسلمانان خود با خداوند متعال با که با اونا زندگی میدهن و یک سبب و یک ذریعهشان میشن که خون خود را بشن اهدا میکنن، ان شاء الله اجر بفایان و اجر عظیم برشان هست. گفتنی است که همساله تعداد زیادی از شهروندان کشور در ایام ماه محرم و شبهای قدر به هدف نجات جان بیمارانی که کمبود خون دارند اقدام به اهدای خون میکنند. مراسم های لیالی قدر امسال به گونه‌ای با شکوه و در امنیت کامل در سراسر پایتخت برگزار شد و مردم در کنار نیروهای امنیتی در تامین امنیت سهم فعال گرفتند. برگزار کنندگان نیز میگویند امسال در شبهای قدر حضور شب زنده داران در مساجد و تکایا پررنگ بود. آنان از حکومت میخواهند امنیت و ثبات دائمی را در کشور تأمین کنند.
مراسم های باشکوه شب های قدر در مساجد و تکای های پایتخت، مراسم هایی که امسال در فضای امن برگزار شد. امسال مراسم های شب قدر در امنیت کامل در سطح شهر بخصوص در پایتخت برگزار شد. مردم میگویند که نقش نیروهای مردمی در کنار نیروهای امنیتی پررنگ بوده است. خاص آنان از حکومت این است که این گونه امنیت باید در تمامی مراسم های مذهبی و دینی در سراسر کشور و در تمامی ایام باید تامین شود. برگزار کنندگان میگویند نیروهای امنیتی امسال به گونه کامل امنیت مراسم های شب قدر را تامین کرده است. رابطه با بخش امنیتی که از طرف دولت داده میشه، مثلا از طرف قماندانی یا از طرف حوزه اول که کلش برمیگردم وزارت داخله، که الحمدلله تمام پرسنل رو داده بودن و تا الان هستیم ما در این حوزه و در حوزه که دیگه که ما خبر داریم الحمدلله که خوب تیر شده. تقریبا 50% جوانان خود ما تقریبا 50% با نیروهای همکاری داشتن با نیروهای دولتی. دیگه نیروهای دولتی هم بسیار همکاری کردن، گزمیشان زیاد میه، از خود قماندانی هم نفر رایی که اینجا دو نفر سه نفر هستن در غیر از بازگزمیش هم میان. در کنار نیروهای امنیتی نقش مردم نیز در تامین امنیت و نظم مراسم ها پررنگ بوده است. آنان از حکومت میخواهند که در جلب همکاری های مردم بیشتر از این تلاش کنند. مردم از اونجایی که همیشه دشمن در لباس خود مردم وارد میشه و اکثرا از خود مردم در وجود آوردن اقتشاش و ناامنی استفاده میکنه، خود مردم میتونه در تمام قسمت ها خاصن مثلا یک جای یک مورد مشکوک مینگره، مثلا در قسمت ازو اگر جایی مثلا یک واکنش غیر طبیعی رو میبینه میتونه با نیروهای امنیتی در جریان بگذاره. خب جواب شما میدانین که جوان ها در شرایط ایام عاشورا و ایام شبای قدر اینا هم با نیروهای امنیتی همکار هستند و در هر حسینیه و مسجد ها اینا همه از اینا همکاری با امارت با نیروهای امنیتی داشتن و هم دارن. شب زنده داران نیز خوشحال هستند و میگویند در فضای امن و بدون ترس و نگرانی به عبادت و شب زنده داری پرداختند. امروز از خدای خوش شکر گزار هستیم، با مراسم های خود رسیدگی میکنیم و با شکر از خدای خود ما شکر گزار هستیم با این حالتش. شهروندان همچنان انتظار دارند ثبات و امنیت دائمی در کشور حاکم گردد. در همین حال مسلمانان در سراسر جهان شب 23 رمضان به مساجد حسینی ها رفتند و شب قدر را احیا کردند. از جمله در عراق زائران در حرم های مطهر معصومین علیهم السلام قرآن به سر گرفتند و دعای جوشن کبیر را زمزمه نموده با خدای خود راز و نیاز کردند. در شهرهای غربی از جمله در لندن نیز شب گذشته مراسم احیای شب قدر توسط مسلمانان برگزار و مردم در این شب به نماز، دعا، شب زنده داری و تلاوت قرآن پرداختند. احیای شب قدر در بین الحرمین، عاشقان حسینی با دل و جان اینجا حضور یافتند و شب قدر را در این مکان مقدس احیا کردند. زائران با قرار دادن قرآن‌ها در روی سر، صحنه‌های زیبایی را در بین الحرمین به نمایش گذاشتند و امام حسین را واسطه کردند تا خداوند در این شب بهترین‌ها را برایشان مقدر کند. زائران همچنین در حرم‌های امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام برای رهایی از مشکلات و طلب مغفرت رو به آسمان کردند و به نیایش و دعا پرداختند. حرم مطهر امیر المؤمنین علی علیه السلام هم مملو از جمعیت بود و مردم به احیای شب قدر پرداختند. زائران در این شب برای مظلومیت امام علی علیه السلام گریستند و سخنرانان از فضیلت و چگونگی حکومتداری آن حضرت گفتند. مولای متقیان با شجاعت و شهامت و رادمردی ها در میدان های نبرد فتوحات متعددی داشتند و با علم و درایت و سیاست مبتنی بر عدل در دوران خود و بعد از شهادت مسیر مستدل و مطلوبی را به میراث گذاشتند که مردم و حاکمان امروزی از آن باید الگوگیری کنند. يا ابن الصادق حجي في حب النبي
در کشورهای غربی از جمله انگلیس هم مردم خداجو در شب پرفیض قدر با حضور در مساجد و مراکز اسلامی تا صبح به راز و نیاز پرداختند. به ویژه مساجد و مراکز اسلامی در شهرهای لندن، منچستر، کاردیف و گلاسگو تا صبح اعمال شب قدر را انجام دادند. در پایتخت مجارستان هم مراسم شب 23 ماه مبارک رمضان با حضور مسلمانان برگزار شد. در این مراسم مسلمانان از کشورهای مختلف در کنار احیای شب قدر در سوگ شهادت حضرت علی علیه السلام سینه زنی کردند. در انقره ترکیه نیز مردم شب 23 ماه مبارک رمضان را احیا کردند. حاضران در این مراسم با ذکر دعای جوشن کبیر از بارگاه باری تعالی طلب بخشش و در سوگ حضرت علی علیه السلام عزاداری و سینه زنی نمودند. در سومین شب از لیالی پرفیض قدر، حسینیه‌ها و مساجد در مسکو و دیگر مناطق مسلمان نشین روسیه نیز مملو از مردم خداجو بود و آنان از نماز مغرب تا اذان صبح بر راز و نیاز با معبود یکتا پرداختند. مراسم احیای شب قدر در سوریه نیز برگزار شد. با حضور مؤمنان شب زنده‌دار که با قرائت دعای روح بخش جوشن کبیر و ذکر مناجات شب قدر از حضرت حق طلب مغفرت و رستگاری کردند. این مراسم معنوی در چندین کشور جنوب شرق آسیا هم برگزار شد. مهاجرین افغان مقیم مشهد با حضور در مساجد حسینیه های این شهر شب 23 رمضان و سومین شب از لیالی قدر را احیا کردند. آنان یک جا با شهروندان ایرانی به شب زنده داری پرداخته و برای تامین صلح و امنیت دائمی در افغانستان دعا نمودند. تامین صلح و آرامش جهانی و دعا برای مردم مظلوم فلسطین بخش دیگر از خواسته های مؤمنین در این شب با فضیلت بود. احیای سومین شب از لیالی قدر در مساجد و حسینیه های شهر مشهد جمهوری اسلامی ایران. در اینجا مهاجرین افغان یک جا با شهروندان ایرانی شب 23 رمضان و سومین شب قدر را احیا نمودند. دعای مشترک شب زنده‌داران این مراسم نورانی تأمین صلح و امنیت دائمی در افغانستان است. انشاءالله مردم ما در صلح زندگی کنند، در آرامش زندگی کنند که بعد از سالیان دراز جنگ و جدال در کشور انشاءالله ما روی آرامش را ببینیم. نه تنها افغانستان، همه کشورهای اسلامی، همه کشورهایی که دم از اسلام میزنند انشاءالله همه در صلح و امنیت کامل باشند، مخصوصا کشور افغانستان که در همسایگی ما قرار دارند. انشاءالله این عزیزان هم بتونن انشاءالله در صلح و امنیت انشاءالله زندگی کنن. شب زنده‌داران متدین با تأکید بر اتحاد کشورهای اسلامی در مقابل ظلم و بی‌عدالتی دعا نموده و از خداوند یکتا زوال رژیم غاصب اسرائیل را طلب کردند. خدا به حرمت آقای امام زمان این مشکل از سر فلسطینی ها کم کنه و اسرائیل را به زودی زود نابود بشه به حرمت این شبهای عزیز. اطفالی که در غزه به شهادت میرسن، اطفالی که در بهمن به شهادت میرسن و راه نجاتین تنها راه فرج آقا و مولای امام زمان میشه. مؤمنین خداجو همچنان گفتند در دنیایی که ظلم و بی‌عدالتی سایه افکنده، تنها امید برای برپایی و تحقق عدالت جهانی دعا برای ظهور و فرج حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه و شریف است. ما میخوام که همه جا عدل و عدالت باشه، هیچ جای دنیا ظلم نباشه، چون انسان ها فطرتاً از ظلم بیزارن. این خواسته به نظر من شخصا تحقق پیدا نمیکنه، مگر اینکه
که خدا بخواد، اونم توسط ولی خودش امام زمان. احیا کنندگان سومین شب از لیالی قدر دعای پرفیض جوشن کبیر را زمزمه نمودند. مراسم قرآن بر سر نیز بخشی از اعمال شب قدر بود. مهاجرین متدین افغان مقیم تهران نیز هم نوا با دیگر مسلمانان جهان با حضور در مساجد حسینیه ها سومین شب از شبهای قدر را با ندای الغوث الغوث و طلب عفو و بخشش از خدای سبحان به پایان رساندند. شب قدر بهترین فرصت برای طلب بخشش و آمرزش گناهان از خداوند است و پروردگار در این شب عنایت ویژه‌ای به بندگان خود دارد. در واقع این شب را بهانه‌ای جهت عفو و آمرزش بندگان و اجابت دعای آنان قرار داده است. در روایت شب 23 ماه مبارک رمضان که سومین شب قدر است را شب جهنی یا شب اجابت دعا نقل کردند که در این شب تمام امور بر پایه حکمت الهی برای بشر مقدر می‌گردد. از طرفی هم داریم در روایات اسلامی که وقتی خداوند این ندا رو میشنفه، ندای استغفرالله بنده رو میشنفه، مباهات میکنه به ملائکهش، میگه آی ملائکه این همون بنده گناهکار منه که در این شب قدر آمده و دوباره مرا میخوانه و توبه میکنه. به خاطر بابروی شبای معتبر، شبای مبارک، شبای نزول قرآن که یک صلح و آرامش در وطن ما در افغانستان با وجود داره و از تماماً از خدا آرزو داریم که تماماً مؤمن و مسلمان با آبروی شبای نزول قرآن باید سربلند، سرافراشته و پرچم اسلام سربلند، کفار نابود بگردیم. مهاجرین متدین و خداجوی مقیم تهران در سومین شب قدر با حضور در مساجد و حسینیه ها ندای الغوث الغوث و الهی العفو را سر دادند و با زمزمه اسماء ذات الهی از پیشگاه خالق بی همتا خواستند تا به برکت این شب مبارک قلم عفو بر گناهان آنان بکشد و تقدیر آنان را به نیکی و سعادت رقم زند. در این شب قدر، به خصوص شب سوم قدر، دعا مستجاب است و تلاوت قرآن، آیات و روایاتی که در این زمینه وارد شده است، به خصوص اعمال مخصوص این شب سوم قدر که قرائت کردن سوره مبارکه عنکبوت، روم و دخان است. خداوند عالم خواستم که همه مسلمانان را پیروز و موفق بگردانند، بالخصوص کشور ما افغانستان یک صلح، امنیت، آرامی، یک دولت سرتاسری اسلامی برقرار بگردانند. ختم قرآن عظیم و شان، تلاوت سوره های عنکبوت، دخان و روم، قرائت دعای جوشن کبیر و ذکر اسماء الهی از اعمال این مراسم بود که توسط مهاجرین مقیم تهران برگزار گردید. ارشاد احراری، تلویزیون تمدن، تهران. و اینک بیننده چند خبر کوتاه باشید. مساجد حسینیه ها در ولسوالی گرشک ولایت هلمند نیز شب گذشته میزبان مؤمنین شب زنده دار بود. در این مراسم ها ضمن انجام اعمال ویژه شب قدر برای دفاع از بیت المقدس و اتحاد کشورهای اسلامی در مسئله فلسطین تاکید شد. سخنرانان گفتند تنها راه پیروزی امت اسلامی وحدت و یک پارچگی آنان است. مؤمنین خداجو در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا از شب 23 رمضان و سومین شب از لیالی قدر به گونه شکوهمند گرامی داشت کردند. این مراسم در مسجد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و با برپایی نماز، تلاوت جوشن کبیر و دعا و نیایش همراه بود. شب زنده‌داران از خداوند متعال طلب آمرزش کرده و برای پیروزی امت مسلمه در سراسر جهان دعا نمودند.
باشندگان مؤمن و خداجوی ولسوالی سیغان ولایت بامیان نیز در مسجد حضرت علی علیه السلام در قریه سید بابا 23 رمضان را گرامی داشته و این شب از لیالی مبارک قدر را احیا کردند. در این مراسم شب زنده‌داران به تلاوت قرآن کریم بر پایه نماز و دعای جوشن کبیر پرداخته و از خداوند متعال طلب آمرزش نمودند. نشست علمی فرهنگی تحت عنوان در محضر قرآن از سوی دانشگاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم شعبه غزنی برگزار شد. عالمان دین، اساتید دانشگاه و دانشجویان در این نشست روی مباحث مختلف از جمله خلق یک جامعه طیبه و فاضله و مسئولیت نهادهای تحصیلی در این زمینه صحبت کردند. سخنرانان خلق یک جامعه پویا و آگاه را در گرو سواد مردم دانسته و بر فراگیری علم توسط مرد و زن تاکید کردند. نشست علمی فرهنگی زیر نام در محضر قرآن اینجا در دانشگاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم شعبه غزنی نشسته که محور بحث جامعه مطلوب از دیدگاه قرآن است. کارشناسان جامعه مطلوب را به حیات طیبه تشبیه کرده می گویند این مدینه فاضله زمانی به وجود می آید که تمامی افراد جامعه بدون تفکیک جنسیت و عقاید از نعمت سواد و علم برخوردار باشند. اگر مرد ما می آید با سواد می شود، عالم می شود، اگر نصف جامعه را ما از این محروم کنیم، پس به جامعه تحقق یافته و مطلوب قرآنی ما چیکار کردیم؟ پشت کردیم و هرگز اتفاق نخواهد افتاد. دانشجویان نیز با استقبال از برگزاری این نشست علمی راه اندازی چنین برنامه ها را مفید و ارزنده می خوانند. واقعا بعض از علما و اساتید ایراد سخن کردند و ما چیزهای مهم و مفید را یاد گرفتیم که باید یک جوان مسلمان با چنین چیزها بلدیت داشته باشه و باید بفهمه. و یک تشکری خاص از ریاست محترم دانشگاه خاتم النبیین که چنین برنامه را طرح‌ریزی میکنه. دانستیم درباره اینه که دلایل ناکامی ما در ایجاد یک جامعه مطلوب از نظر قرآن چیست و چه کار کرد و چه راهکارهایی باید داشته باشیم تا اینکه یک جامعه مطلوب از نظر قرآن کریم را ایجاد نماییم. پوهنتون‌ها و مراکز تحصیلاتی در این زمینه باید چه نقش داشته باشند؟ همه اینها را با اساتید و پرسنلی که در اینجا تشریف آورده بودند ما از اونها بسیار چیزای خوبی آموختیم و تمام این سوال‌ها را درک کردیم. آگاهان دینی نیز میگویند قرآن نباید تنها در فاتحه و ختم قرآن مختص گردد، بلکه باید به هر یکی از آیه های این کتاب آسمانی تأمل صورت گرفته و بر آن عمل شود. قرآن کریم خود نماد پاره ندی راغله چه پسر دستیج بانی سو آیتون تلاوت شد، پا تراویح کی تلاوت شد، عمده رکم تبچیش کی تلاوت شد، پا مجالسو کی تلاوت شد، باید عمل پا قرآن کریم پا هر جز باندی باشی. کارشناسان نیز نهادهای تحصیلی و آموزشی به ویژه دانشگاه‌ها را در زمینه سوق دادن جامعه به سوی یک مدینه فاضله مسئول دانسته گفتند این نهادها باید در این زمینه تلاش کنند. همزمان با ماه مبارک رمضان نمایشگاه نسخه های خطی قرآن کریم در آرشیف ملی کابل برگزار شده است. در این نمایشگاه دست کم 70 جلد قرآن کریم با خط های مختلف از دوره های مختلف تاریخ اسلام به نمایشگاه گذاشته شده. نمایشگاه 5 روزه نسخه های خطی قرآن کریم اینجا در آرشیف ملی، نمایشگاهی که از روز یک شنبه هفته جاری آغاز و تا فردا پنج شنبه ادامه خواهد داشت. این نمایشگاه به مناسبت نزول قرآن کریم برپا شده و دست کم 70 جلد قرآن کریم از دوره های مختلف تاریخی جهت آشنایی مردم با تاریخ اسلام به نمایش گذاشته شده. این نمایشگاهی که ما دایر کردیم به خاطر نزول قرآن عظیم شان که در ماه مبارک رمضان نازل شده و به او مناسبت ما نمایشگاه را دایر کردیم و در حدود 70 جلد قرآن شریف های قلوی با خط های مختلف در کاغذ های مختلف توسط کاتبان مختلف که نوشته شده به نمایش گذاشتیم. این طرف هم بازدید کنندگان که برای دیدن و ارج نهادن به این نمایشگاه آمدند میگویند چیزهای مفیدی از آن آموختند و با تاریخ اسلام و کشور بیشتر از پیش آشنا شدند. از دید آنان برپای دوامدار چنین نمایشگاه‌ها برای مردم به ویژه جوانان و نسل‌های آینده ضروری است.
و حکومت باید در جمع‌آوری و نگهداری نسخه های قرآنی جدیت به خرج دهد. واقعا چیزایی را دیدیم که در عمر خود واقعا ندیده بودم، برای اولین بار بود، برای من بسیار زیاد جالب بود، برخصوص نسخه های از قرآن عظیمشان که با آب طلا و جواهرات و نوشته شده بود. طول افغانان و زوانان و سپینگیرون طول دغه تمه هیله ده او هیله کوتنه چې رادشي ودی ګوري د خپل د اسلام او د خپل د پښتو د افغانانو د کلتور نه او د تاریخ نه د ځان خبر کی. همزمان مسئولان میگویند اقدامات زیادی در راستای غنیسازی آرشیف ملی انجام شده و تلاش ها برای جمع آوری نسخه های خطی که در نزد مردم باقی مانده جریان دارد. پراتلین که داست برنامه لارو چه هاگه اثار چه پا کورون که به خلق سر پراتی دی یا پا سیم و منطقو که ولایت و ولسوالی که دی چه سر پراتی دی دا پارا مو با دیجا غشت دی مالی وزارت سخه انشالله با منظور سی او دا اغا با مول دا اغا اثار قدیمه او تاریخی اثار که دی چه سر پا کورون پراتی اغا مول زیرانی سو. در حال حاضر دست کم 9000 نسخه خطی قرآن کریم که برخی با خط کوفی بر پوست آهو حک شده در آرشیف ملی نگهداری می شود. مسئولان می گویند یکی از اولویت های این اداره بازگرداندن نسخه های خطی به ویژه نسخه های قرآن کریم که به کشورهای دیگر قاچاق شدن می باشد. توجه نمایید به پیش بینی وضعیت آب و هوای فردا. کابل ابری 15-4، بامیان نیمه ابری 8-2، جلال آباد نیمه ابری 26-13، غزنی نیمه ابری 14-1، قندهار نیمه ابری 25-9. کندوز نیمه ابری 24-10، لشکرگاه نیمه ابری 26-9، مزار شریف آفتابی 24-11، نیلی نیمه ابری 13-2، هرات نیمه ابری 25-9. اسلام آباد نیمه ابری 30-16، تهران آفتابی 26-14، دبی نیمه ابری 28-20، دهلی نیمه ابری 37-23 و مکه آفتابی 37-24. در اخیر نگاهی دوباره به سرخط مهمترین خبرها. حضور باشکوه شب زنده داران در مراسم های لیالی قدر در جای جای افغانستان. این مجالس با اقامه نماز، تلاوت قرآن و طلب بخشش از درگاه خداوند همراه بود. پس همی امشب باید ما اول به توبه کنیم نسبت به گذشته، پشیمان باشیم و شرط دوم نسبت به آینده تصمیم بگیریم که گناه نکنیم. نشست علمی فرهنگی تحت نام در محضر قرآن از سوی دانشگاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم در غزنی. جامعه مطلوب از دیدگاه قرآن محور اصلی بحث در این نشست است. اگر مردمی آید با سواد می شود، عالم می شود. اگر نصف جامعه را ما از این محروم کنیم، پس به جامعه تحقق یافته و مطلوب قرآنی ما چیکار کردیم؟ پشت کردیم و هرگز اتفاق نخواهد افتاد. و نشست فوق العاده شورای امنیت درباره حمله رژیم اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه. شورای امنیت حمله رژیم اسرائیل را محکوم کردند. ما همه باور داریم اسرائیل چنین اقدامات متجاوزانه ای را به هدف دامن زدن به جنگ انجام می دهد. این اقدامات مطلقاً قابل قبول نیستند و باید متوقف شوند. به پایان بسای خبری این ساعت رسیدیم. شما می توانید بسای خبری ما را در چینل یوتیوب تمدن نیز دنبال کنید. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما. تا درود دیگر. بدرود.